عرض سلام میکنیم و ارادت به محضر برادران عزیز و بزرگوارمون و در کرمانشاه و تشکر میکنیم از اینکه لطف کردن و دعوت کردن بیایم خدمتتون. ولی اون زمان میگفتن تو کوچه های کرمانشاه که بگی پهلوان 7-8 نفر برمیگردن میگن با ما بودی. الانم الحمدلله کرمانشاه همونقدر پهلوان باید تو هر کوچه و خیابونش باشه و هست انشالله. هر شود که در این فرصت میخواستم یک چند نکته راجع به بعضی تئوری بافی هایی که برای تهاجم به روح مقاومت و فکر انقلابی در کشور ما میشه و معمولا هم از رسانه های غربی منشأ میگیره با شما صحبت بکنم و دو سه تا از این خطوط تبلیغاتی رو با شما در میان بگذارم. نقل میکنن که یه روزی یک حکیم الهی با فرزندش از یک گورستانی عبور میکرد که تو گورستان آدمای مهمی دفن بودن. از کنار قبرستان که رد میشد به فرزندش ایستاد و بهش گفت که میدونی این قبرستان پر است از آدمایی که وقتی زنده بودن فکر میکردن اگر 5 ثانیه تو این دنیا نباشن دنیا متوقف میشه و اوضاع به هم میرسه. الان اونها سالها و قرنهاست که رفتن و دنیا برقرار خودش باقی است و به جریان خودش ادامه میده و واقعیت هم همینه. گاهی ما مشکلات و مسائلی میبینیم ما و شما که آدم خودش رو میجوه میبینه ارزش هایی که به پای اونها 10,000 خون ریخت چقدر آسان در نهادهای رسمی کشور مسخره میشه، زیر سوال میره یا به طرز مبتذلی تفسیر میشه و میبینیم کسانی رو که ایدئولوژی میفروشن تا مشتری جمع کنن برای خودشون و یک دستشون ایدئولوژی و مکتب رو گرفتن، یک دست قیچی و به فراخور هر شرایط و موقعیتی که گیر کنن گز میکنن و یه بخشی از ایدئولوژی و مکتب رو قیچی میکنن میذارن کنار تا اون مخاطب هر کس که هست خوشش بیاد. اگر با فرهنگ حاکم غرب رو میشه بخشهایی از مذهب رو و ایدئولوژی رو قیچی میکنه که مذهب و ایدئولوژی و انقلاب با دیدگاه های لیبرالی و سرمایه‌داری جور در بیاد. یه دوره‌ای که جریان‌های مارکسیستی و چپ بود حاکم در محافل روشنفکری و رسانه‌ای در منطقه باز اسلام رو با او تطبیق میداد. هر جا میرن به فراخور مخاطب و شرایط و وضعیت یه دین جدید یه قرائتی مناسب با اون وضعیت ارائه میدن، میتونن یک اسلام طبق میل سلطنت طلب ها، یه اسلام طبق میل لیبرالیست ها و لایک ها، یک اسلام طبق میل مارکسیست ها در بیارن. همیشه چند تا اسلام تو آستین دارن و امروز فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مثل همون تختی شده که گفت هر کس از اونجا رد میشد میگرفتن میخوابوندنش رو تخت، اگر پاش درازتر بود از تخت اره میکردن، اگر پاش کوتاه‌تر بود میکشیدن تا هم قد تخت بشه. اینا با فرهنگ انقلاب همین کارو میکنن و میخوان بکنن. یعنی اون بخش هایی از فرهنگ انقلاب و ایدئولوژی انقلاب که با فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مطابق نیست، بزرگتر از اوست، عرش میکنن. او جاهایی که نگاه دین با نگاه لیبرال سرمایه‌داری متفاوته اونجا رو میخوان بکشن، اسلام رو و انقلاب رو بکشن، درازش کنن تا منطبق بشه با او. اون که براشون اصله فرهنگ حاکم بر رسانه های جهان و غربه که این دوستان ازش تعبیر میکنن به
مطالبات بشری، فرهنگ عام بشری، که اینم یک اسم و پسوند تبلیغاتی و دروغین هست. این مسائل خب وقتی البته دیده میشه واقعا رنج میبره، به خصوص کسانی که دیدن صحنه پرپر زدن ده ها نفر رو از دوستان و برادرانی که به خاطر دفاع از همین آرمان ها کشته شدند، در خون خودشون غلطیدند. منتها چیزی که آدم رو تسکین میده جمله ایست که ما یکی از برادرانمون به نام شهید محمودی شنیدم که این تعبیر توشی من همیشه هست، که در یه عملیاتی پای کار، در واقع در نقطه رهایی و قبل از اینکه بچه ها حرکت کنن بزنن به خط، خب یک ساعت، نیم ساعتی، یه ساعتی اونجا بچه ها معطل بودن و پچ پچ صحبت با هم میکردن، یک جمله شهید محمودی به من گفت که این مضمون ما و شما رو تسکین میده و روحی ها رو زنده نگه میداره برای در صحنه ماندن. ایشون میگفت که وقتی امام یا اولیاء خدا از تکلیف و تعهد اجتماعی با ما سخن میگن، یا وقتی قرآن میگه که خدا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کند، ما نباید توهم بکنیم که خداوند معطل ماست و فکر کنیم که اگر ما بکشیم کنار کل حقیقت و فضیلت و ارزش‌هایی که انبیا آوردن همه دود میشه میره به هوا اگه ما ها نباشیم. ایشون میگفت ما آمدیم تو خط و آماده درگیری هستیم، اما این احساس رو ایشون میگفت من ندارم که ما مرکز عالمیم و همه پیغمبرا و اولیا و دین و زحمات چند هزار ساله انسان‌های صالح و عدالت‌خواه در تاریخ همه معطل ماست، بلکه من از اون طرف حساب میکنم که این فرصتی است که در هر دوره ای از تاریخ نصیب کسانی میشه و عده زیادی نصیبشون نمیشه. میگفت من تأمل هرچی میکنم در خودم نمیبینم لیاقتی رو در خودم که چرا من با جزء عده ای باشم که امروز توی صحنه حاضرن، در حالی که خیلی های دیگه میتونستن توی صحنه باشن و نیستن به هر دلیلی. یعنی دقیقاً قضیه رو معکوس میدید و میگفت که حقیقت و فضیلت و عدالت ارزششون رو یا بقاء تاریخی و انسانی خودشون رو مدیون من و شما نیستن، چون ما نبودیم و اسلام بود، اسلام خواهد بود و ما نخواهیم بود. و این وسط ما فقط باید به وظیفمون عمل میکنیم تا به وظیفمون عمل کرده باشیم. ایشون میگفت ما جهاد میکنیم تا خودمون رشد کنیم، ما فداکاری میکنیم تا خودمون به کمالات برسیم و ما حقی به گردن کسی نداریم و کاری نیستیم، ما طلبی نه از خدا داریم نه از مردم. و میگفت من اگر همین امشب شهید بشم باز خودم رو مدیون میدانم، برای اینکه خدا فرصت فداکاری و تکامل رو به من داد در حالی که میتونستی فرصت رو به من نده، و ایمان رو و روح جهاد رو به ما عطا کرد در حالی که نسل ها از پی نسل آمدن و این نعمت محروم بودن از این نعمت. او تعبیری که امام میگفت جنگ برای ما نعمت است، مرادش همین بود که بعضی همون موقع و بعدها به خصوص بعد از امام تحریف کردن و با تمسخر این جمله رو گفتن که بله اینها طرفدار جنگ و خشونت و فلان اینا هستن، میگه جنگ برای ما نعمت. اونا چشمشون فقط به جزمیات عالم ماده باز بود و متوجه جمله و منظور امام نمی شدن، چون توی صحنه ها نبودند و چشمشون به جمال امثال محمودی ها روشن نشده بود و نشده. قرآن می فرماد که خطاب به بعضی مسلمان ها که منت می گذاشتن سر پیغمبر که ما مسلمونیم، آقا ما آمدیم تو مسیر شما فداکاری کردیم، قرآن می فرماد که به اونها بگود که شما مسلمان ها منت نگذارید بر خدا و رسول که ایمان آوردید، خدا بر شما منت گذارد که شما جزء مؤمنین هستید و جزء مؤمنین قرار گرفتید. شهید محمودی میگفت که من هیچ نگرانی از اینکه امشب شهید بشم ندارم جز